الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. صل على محمد سيما بقية الله المهدي روحي أرواح العالمين لهم خطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم. بار الله با آنچه رضای تو بران است ما را موفق بدار، از آنچه ناخشنودی ما را برحذر کن، در گذر آن لحظه ای ما را به خود با بگذار و عاقبت امور ما ختم به خیر بفرم. خب نثار ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، شهدای اسلام، شهدای انقلاب و اموات جمع صلوات امروز هم 10 صلوات رو تقدیم کنیم به محضر مقدس حضرت امام سجاد سلام الله علیه با 1 صلوات بودن. اللهم صل على محمد و آل محمد. ما امروز عرض کرده بودیم که درباره امام حسن علیه السلام کمی صحبت کنیم. متاجع فرمودن بهتره که این صحبت بمونه فردا که روز میلاد دیدم. خب واقعا هم همینه، چون صحبت ما در روز نه در شب، یه شب می بود بعد از مغرب، شب میلاد مناسب. به هر حال ما فردا رو اگر برسیم بحث معادمون هم ادامه بیدیم، اما یک دو سه تا نکته ای رو میخوایم عرض بکنیم. و شب 19 هم شاید روز قبلش یه مقداری راجع به شب قدر و ماه رمضان و نزول قرآن و اینا بحث کنیم دیگه. بقیه شب ها هر چقدر که رسیدیم نکاتی رو درباره عالم آخرت در قرآن کریم انشاءالله عرضه میداریم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم ینفخ فی الصور فصعق و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. دیروز تا این مرحله عرض کردیم از مباحث مربوط به معاد، بحث عالم زر و دوران قبل از دنیا رو قبلا نکاتی دربارش عرض کردیم. عرضه امانت رو در روزهای قبل گفتیم، مسئله توفی و قبض روح رو دیروز با توجه به دو آیه مورد بحث قرار دادیم. حالا دیگه دوره برزخ رو ازش عبور میکنیم. خود قرآن کریم درباره برزخ کم وارد سخن شده، مقداری در باره لحظات مرگ و قبض روح و حضور فرشتگان سخن میگه. بعد به صدا بحثای جست گریخته‌ای هم داره، اما خیلی برزخ نپرداخته. برعکس درباره قیامت قرآن بسیار توضیح میده، ریز ریز وقایع و جریانات قیامت رو قرآن بیان میکنه. به همین خاطر ما هم طبیعتاً باید بیشتر به همون چیزی که قرآن اهمیت داده بپردازیم. البته
در روایات ما درباره برزخ بحث بیشتری شده، چون روایات بعضی پاسخ به سوال هایی است که اصحاب می کردن. برای مردم برزخ مثل اینکه سلام صلوات نه با اجازه شما درباره در دیدگاه مردم برزخ رو نزدیکتر میبینن، در حالی که قرآن به همین خاطر شاید بیشتر هم سوال و جواب میشه، حس بیشتری نسبت به برزخ دارن نسبت به عالم آخرت. متاسفانه باید بگیم اعتقاد وجود داره اما حس کمتری هست. یکم اینجا جای توضیح داره. ببینید، ما به خدا اعتقاد داریم اما اعتقاد تنها کافی نیست. ما به خدا محبت هم داریم، خدا رو حس میکنیم. اصلا نماز هنرش اینه که قلب ما رو با خدا مرتبط کنه. صرف اعتقاد داشتن کفایت نمیکنه، باید ارتباط داشته باشیم، باید معنوس باشیم با اون چه که معتقد هستیم، باید در محضر اعتقادات خودمون حاضر باشیم. این همه که در قرآن کریم و روایات ما درباره سلام میکنم ذکر الله سخن گفتن به همین خاطر. نماز ذکر الله، نماز ما رو میبره در خونه خدا، یک دعوت رسمی الهی. دعوت خدا رو اجابت میکنیم با طهارت بدن، طهارت لباس، طهارت از حدث و خبث به محضر خدا وارد میشیم، با او سخن میگیم، راز و نیاز میکنیم، عرض حاجت میکنیم، اونسی برقرار میکنیم، بریم سراغ کار زندگی. باز یه چند ساعتی میگذره، یه بار دیگه، باز یه بار دیگه، پنج بار به صورت واجب در شبانه روز ما باید با او ارتباط برقرار کنیم. چرا؟ خدا رو که قبول داریم. نه، قبول تنها کفایت نمی کنیم. ممکنه آدم چی سلام نده کن به رحمت الله، این روز قایی بودیم و قرآن صلوات کرد. جای شما خواهی، شما نبوده قرآن رو تانتان خوندن زود تمام شد. شما کسی یکم یک تکیه به صوت میخونه همشه بخت بیشتری رو میده. خب ما خیلی چیزا رو ممکنه معتقد باشیم ولی ازش غافل باشیم. اگر خدایی رو که بهش ایمان داریم ازش غافل بودیم، تأثیر اون ایمان و اعتقاد کم میشه، نمیگم به صفر میرسه. در روایات نقل شده که الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه. احسان این است که خدا را به گونه ای عبادت کنی که گویا داری او را میبینی. فَإِنَّكَ إِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَرَاكَ. اگر تو او را نمیبینی، او تو را داره میبینه. یعنی این گونه در محضر خدا باشیم، دائم مراقبه ای باشیم که خدا داره مرا میبینه. بیگانگی قلب از خدا کار دست آدم میده. خسارت عمده اهل ایمان مال غفلت، اعتقاد دارن اما غافل میشن. در شبانه روز ما چقدر با خدا معنوسی، همونقدر زندگی ما آباده. در دعای کمیل میخوانیم اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک. خدا رو قسم میدیم ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار
به ذکرک معموره، زمانهای مرا در شبان روز به یاد خودت معمور و آباد قرار ده. معمور با عین، یعنی اون موقعی عمر آدم آباده که به یاد خداست. غافل که شد دیگه در لحظه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. معناش اینه که شما هر وقت به یاد خدا نبودید زندگیتون دیگه لحظه. خب این مضمون رو ما فراوان داریم در مصباح الشریعه، جمله لطیفی است. می‌فرماید که اعراب سلام علیکم، اعراب القلوب علی اربعة انواع، دگرگونی حالات قلب ها سلام علیکم و رحمت الله بر چهار گونه است. چطور کلمات اعراب دارند، گاهی ذمه میگیره حالت رفعه، گاهی فتحه میگیره زبر حالت فتحه، گاهی علامت وقف میگیره حالت سکونه، گاهی کسره میگیره علامت خفزه. دلها هم همین چهار حالت رو دارند، اعراب القلوب علی اربعة انواع، رفع و فتح و وقف و خفض. فرفع القلب فی ذکر الله تعالی، رفع از نظر لغوی یعنی بالا رفتن، رفعت و بالا رفتن قلب انسان تا زمانیست که به یاد خداست. مادام که او را یاد میکنیم در حال اوجگیری هستیم. نماز ذکر الله، به همین خاطر معراج از صلات و معراج المومن. هر نمازی که میخونیم ما رو یه پله بالا میبره، هر یه دونه نماز، به شرطی که ذکر الله باشه. واقعا سلام علیکم. خب پس نماز ما رو بالا میبرد، نماز ذکر الله. و رفع القلب یا الله جب فی ذکر الله تعالی، رفعت دل انسان در یاد خداست. و فتح القلب فی رضا عن الله تعالی، گشایش دل که آدم احساس شرح صدر رو پیدا میکنه، احساس عظمت قلب در رضایت از خود. و وقف القلب، ایستایی دل، فل قفلت عن الله تعالی، هر وقت آدم از خدا غافل بشه دیگه اوجگیری متوقفه تا دو دفعه به یاد خدا بیفته. و خفض القلب و سقوط دل انسان، فل اشتغال به غیر الله تعالی، موقعی است که به غیر خدا مشغول، مخصوصا اگر آدم اشتغال به تصورات معصیت داشته باشه. میگن فکر گناه گناه نیست اما ظلمت آوره. و خفض القلب فل اشتغال به غیر الله تعالی، ما باید ذهنمون رو مدیریت کنیم، او رو به یاد خدا جهت. اگر ما این کار رو نکردیم، شیطان میاد مدیریت میکنه و ذهن ما رو به جاهایی میبره که هدف اوست. بعد اینا رو توضیح میدن، الا ترا ان العبد اذا ذکر الله فی التعظیم به تعظیم کیف ارتفع کل حجاب کان بینه و بین الله تعالی قبل ذلک. آیا توجه کردید که وقتی آدم به یاد خدا میفته یه دفعه احساس میکنه یاد هر حجابی که تا این لحظه بین او و خدا بود برداشته شد، هیچ مانع و راده ای نیست. همی الان به او توجه کنید، بدون هیچ پرده و حجابی خود رو در منظر او میابید و نگاه و عنایت او رو بر خودمون میگم. من همین تو بعد توضیح میدن، حالا بحث ما این نیست.
عرض ما اینه که ما تنها به معتقد بودن نباید اکتفا کنیم، باید کاری بکنیم که اعتقادات ما حسی و قلبی بشه. اگر قلبی شد، اون وقت موتور حرکت ما پدیدار میشه. یک ماشین یا اتومبیل با موتور حرکت میکنه، چراغ راهنمای اوست که به چاله نیفته. عقل راهنمای انسانه، موتور حرکت نیست. اون چی که موتور حرکت قلبه. اگه قلب ما خدایی بود، به سوی او حرکت میکنه. اگر غافل بودیم، مردم خدا رو قبول دارن. از هر آدم متدینی بپرسیم دنیا مهمتره یا خدا، که قول معلومه، اصلا قابل مقایسه نیست. راست هم میگه، دروغ هم نمیگه. اعتقادش همینه. و اگر بپرسیم دنیا مهمتره یا آخرت، میگه معلومه. مثل دنیا 50 سال، اونجا 50,000 سال و بیشتر ابدیته. اما چرا بیشتر دنبال دنیا میدونن؟ یه سؤاله. اعتقادشون که به آخرت بیشتره، ولی خود متدینین ما اهتمامشون به دنیا بیشتر یا بخیر. حضرت عباسی، بنده خودم رو میگه، اگر یک شب نشستیم محاسبه کردیم، دیدیم 20% هم و غم و فکر و حرص و این چیزای ما مال آخرت آدم موفقی هستیم. 20%، خیلی 20%. همه هم و غم آدم دنیاست. تو دعاها میگیم خدایا لا تجعل دنیا اکبر هم، با اینکه اعتقاد ما اینه که آخرت مهمتره. یقین هم داریم، یقین اعتقادی داریم. خب چی شده که در عمل اینطوری؟ چون در عمل به آنچه که اعتقاد داریم توجه نداریم، غافل میشیم. چقدر یاد آخرتی، چقدر به یاد دنیا. دنیا جلو چشم ماست، زیبایی های دنیا رو میشناسیم، دل میبندیم. وقتی آدم دل بس حرکت میکنه، اصلا جلو اونم نمیشه گرفت، میدوه دنبال دنیا. به آخرت اعتقاد داره، توجه نداره، غفلت میکنه، بیگانه است. کاری چقدر آدم بر آخرتش کار درصد بگیریم ببینیم کدومش بیشتره تو زندگی ما. پس نکته مهم اینه که ما باید اعتقادات خود رو حسی و قلبی کنیم. حالا بنده میخوام عرض کنم، ما اعتقاد به خدا که داریم یک کمی هم حس میکنیم. نمازی که میخونیم، دعاهای ما، احتیاجاتی که پیدا میکنیم، هی ارتباط برقرار. بعضی هم تمرین بیشتری دارن، مراقبت بیشتری دارن، بیشتر به یاد خدا هستن. اون چه که در مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه من میافتم و حس میکردم، نکته بارز این بود، ایشون غفلت به نظر میومد نداشت، یا من نمیدیدم نگاهی که منوز نمیدیدم ایشون غافل باشه. معلوم بود که مراقب. ولی بنده تو نمازم هم قفلت میکنه. یه تمرین میخواد که آدم زیاد به یاد خدا باشه. اما این مقداری خدا رو حس میکنی تو زندگی، بیگانه نیستی. نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین یه مقداری با حس میکنی. این مجالس عزای امام حسین علیه السلام، محافل اهل بیت، این اثر رو داشته که ما اونا رو حس میکنی، تو زندگی باهاشون زندگی میکنیم، در مصائبشون غمناکیم، در شادیاشون خوشحالیم. یه کمی حالا درجاتش متفاوته، اونی که باید باشه شاید نباشه، اما متاسفانه نسبت به معاد این حس بسیار کمه. من نمیگم صفره، اعتقاد نه، اعتقاد به معاد همه متدینین، اما چقدر با معاد زندگی میکنن، با آخرت. نکته مهم اینه، نوعاً از آخرت قفلت وجود داره، به خصوص در زمان ما.
دلایل مختلفی هم به نظر من داره. یک دلیلش تفکر اومانیستی و دنیا محورانه است که امروز بر همه دنیا سایه انداخته. انقدر توجه به دنیا غالبه که متدینین رو هم تحت تأثیر قرار داده. از پیغمبر اکرم سوال کردن بنابر حدیث، ای المؤمنین اکیس، یا رسول الله کدام یک از مؤمنان زیرک ترند؟ فرمودند بنابر این حدیث، اکثرهم ذکر للموت و اشدهم استعداد الله، او که بیشتر به یاد مرگ باشه و بیشتر خودشو برای مرگ آماده بکنه. مگه همش تو فکر دنیا میگه؟ معاد رو باید یکمی حسی کنیم. یه واقعیت، مردم برزخ رو بیشتر واسه خورده به یادشه چون جلو چشمشونه، ولی معاد رو کم، خیلی کم، خیلی کم. شاید در گذشته این چنین نبوده. پیغمبر اکرم وقتی رسالت خودشون رو ابلاغ کردن و قرآن رو ارائه دادن، سر تا سر قرآن از معاد سخن میگه. بعضی ها میگن ما شمردیم، تو بعضی از کتاب هاست میگن تقریبا 2000 آیه از معاد سخن میگه. کل آیات قرآن 6236 آیه است. البته در بسم الله ها یک بسم الله رو میشمارن، بسم الله به سوره حمد رو، بقیه رو دیگه نمیشمارن. با این احتساب 6236 آیه. خب این همه از معاد. مسلمان های صدر اسلام خیلی براشون زنده بوده. خیلی وقتا میومدن خدمت پیغمبر اکرم و ائمه هدا درخواست تضمین بهشت میکردن. یه حدیث زیباییست در کافی کتاب و صلات داره که پیغمبر اکرم داشتن یکی از حجره های خودشون رو ترمیم میکردن. یکی از اصحاب رسید گفت، یا رسول الله علا اکفیک، اجازه میدید من این کارو بکنم؟ ازت فرمودن که شب میکرد، اگه دوست داری بفرمون. این اومده یکمی کمک کرد به پیغمبر اکرم، کارش تموم شد، داشت میرفت. حضرت فرمودن که حاجت رو کن، یه چیزی بخواه. چی میخواد؟ یه کاری کرد، یه چیزی بخواه. این خود این یه درس قشنگیست که آدم کسی کاری کرد، خدمتی انجام داد، یه پاداشی بهش بده. بعد اینم گفت که یا رسول الله الجنه، بهشت. خیلی قشنگ. فأطرق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت مدتی سرشون رو زیر انداخت. سخته تا کسی توی دنیاست آدم بخواد وعده بهشت بهش بده، هنوز امتحان ها پیش نیامده. آدم بعضی ها رو میبینه آخرهای عمر چپه میشه، خیلی عجیبه. هیچ وقت آدم نمیتونه مغرور باشه. یهودیان میگفتن که وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. قرآن میگه تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خب این که آرزوی شماست، دلیلتون در این هر چه. یه جای دیگه اینا میگن که ما وارد جهنم نمیشیم الا ایاما معدودات. قل اتخذتم عند الله عهدا، پیمانی از خدا گرفتی که اینطور قرص حرف میزنی؟ فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. به هر حال پیغمبر اکرم سرشون رو زیر انداختن، مقداری گذشت سر مبارک رو بلند کرد. خب خود حضرت گفتن یه چیزی بخوای، اینم خواسته نمیشه بگن نه. فرمودن که نه ام باش. این خوشحال شد، راهش رو گرفت بره. حضرت صداش زدن، فرمودن یا فلان اعنی به طول سجود، من به تو وعده بهش دادم، با طول سجده تو خودت به این وعده به من کمک کن که داره پشتهای شما در اون خطبه ماه رمضان سنگین است از گناهان شما،
خففوها به طول سجودکم و طول سجده بار گناه دوشتون رو سبک کنید. ولی بنده خدایی شوخی میکرد، میگفت که خب معلوم آدم وقتی به سجده میرسه گناه ها سر میخوره میرسه پایین. حالا همینطور هم هست دیگه. حالا این گفت که یا رسول الله الجنه بعدم وعده بهش دادن. حالا من سوالم اینه حضرت عباسی، قبل از خوندن این حدیث اگر تو جمع ما میگفتن یه حاجت مستجاب داری امام زمان صلوات الله و سلام علیه مثلا تشریف آوردن، گفتن یه حاجت مستجاب داری به هر کدوم از ما، چند نفر میگفتن بهش؟ ما تو زمان خودمون رو نمیبینیم تا میگن به فکر حوائج دیگه میفت. چرا اینطوریه؟ ای برای قفلت از آخرت، اونم زندگی ما. سال من بعد عرض میکنم زمانشم فوق العاده نزدیکه. حالا راجع به دو مطلب بحث میخوایم بکنیم، مکان قیامت و زمان قیامت. نه اینکه زمان شما میدونیم، نه، با حسی که عروض داریم خیلی نزدیک. خب این قفلت رو باید بشکنیم، باید به آخرت توجه داشته باشیم. و من اراد الاخره و سرا لها سعیها، کسی که آخرت رو بخواهد و تلاش خود رو برای آخرت معطوف بدارد و هو مؤمن، مؤمن هم باشد، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تلاش اینها مورد تشکر خداست. یک علت غفلت از آخرت دنیا زدگی نسل موجود دنیاست. یه علت دیگه هم که توی متدینین وجود داره یه سری عرفان بافی هایی که شده تو بعضی از نهله های درویشگرانه و صوفیگرانه و عرفان معابانه جوری برخورد میکنن که گویا توجه به آخرت منفیست. یک بار چند سال پیش در یک کلاسی بودیم، کلاس کارشناسی ارشد، بحث آیات بهشت مطرح بود به مناسبت درس و نعیم بهشتی. یه بارگی یکی از دانشجو بلند شد گفت که چرا بهشت اینقدر از این نعیم مادی حرف زده؟ گفتم خب حالا ای بشیه. گفت فلان عارف خواب دید که به او وعده بهشت داده. معلوم شد در توی سلک خاصی بود این آدم. گفت فلان عارف خواب دید که بهشت وعده بهشت داده. از خواب بلند شد و شروع کرد به گریه کردن که من چقدر پستم که تازه دارم وعده بهشت دادم میدم. مثلا لابد باید وعده اتحاد و حلول و لقاء الله و از یه حرف. من به ایشون گفتم که ببینید اولا این عارف کی بوده که از حضرت ابراهیم خلیل جلو زده. ابراهیم طبق گفته بزرگان ما بعد از پیغمبر اکرم اعظم رسولان الهیست، خیلی مقام جلیل القدر داره، خیلی ها معتقدن او بالاترینه. قرائن قرآنی هم همینو نشون میده. با همه عظمتی که حضرت نوح داشت، با همه عظمتی که موسی بن عمران داشت و الی آخر، پیغمبر اکرم جای خود داره، اصلا قابل مقایسه نیست. اما از پیغمبر اکرم که بگذریم در انبیا و مرسلین گذشته حضرت ابراهیم ظاهرا اعظم بود. وقت سوره شعرا کلام ابراهیم خلیل را نقل میگه خدایا وجعلنی من ورثت جنت النعیم، خدایا منو اهل بهشت قرار بده. وقت ای آقای عارف کارش به جایی رسیده، اونچه که ابراهیم خلیل تقاضا میکنه این آرش میشه و تازه ناراحته که چرا به من وعده بهشت دادن. این اوله. پس معلوم میشه این عرفان یه جاییش مشکل داره. اگر عرفان ما به یه نتیجه ای رسید که خلاف قرآنه، دوم این که حرف دومی که گفتم این که حق اونیست که قرآن میگه،
ما نباید اول حق رو پیدا بکنیم بعد بیاییم منتظر باشیم قرآن همونو رو میگه که من حق یافتم. اگر قرآن یه چیزی میگه که خلاف او یافته منه، پس قرآن حقه. اگر شما فکر میکرده این نعمت ها مسخره است، قرآن با عظمت یاد میکنه، واقعا با عظمته. که اتفاقا بعد یه دانشجوی دیگری گفت همین نعیم بهشتی رو وقتی آدم در قرآن میخونه یه شکوه و عظمت و معنویتی میاد. وقتی میاد این بحثا رو مطرح میکنه. این نکته دوم. و سوم این که اگر کسی طالب لقاء خداست باید بهش رو بخواد، چون بهش جایگاه لقاءه. مجرمین که در حجابن، کلا انهم عن ربهم یوم اذل محجوبون. اگر کسی خدا رو میخواد باید بهش رو بخواد. ان المتقین فی جنات منهر، آیه آخر سوره، آیات آخر سوره قمر. اهل تقوا در بوستانها در کنار نهرها به سر میبرند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاهی راستین در نزد خدای فرمان روای با قدرت. پس مسئله اینه. بله، ما در بعضی روایات داریم که عبادت رو سه قسمت کردن. ترس از عذاب میشه عبادت عبید، طمع به بهشت میشه عبادت تجار، و یک عبادت احرار که خالص و حب لله، نه اینکه خدا رو اهل عبادت میدون. اما تو همین احادیث هم نگفتن عبادت عبید بده، نگفتن عبادت تجار بده. اتفاقا این تجارتی است که خداوند ما رو به او دلالت میکنه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. خدا دلاله این تجارته. دنیا رو از امیرالمومنین سلام الله علیه بنابر حدیثی که در نهج البلاغه است فرمودن از دنیا متجر و اولیاء الله، اینجا تجارت خونه است. قرآن ما رو به این عبادت دعوت میکنه. صلوات من به هر حال اگر خواستیم حرف عرفانی بزنیم، مراقب باشیم خلاف قرآن و کلام اهل بیت نباشه. هر حرفی عرفانی یا غیر عرفانی. در دوره دانشجویی خود من از یه حرفا میزنم که بهش مسخره است. بعد دیدم این حرف من خلاف قرآنه. دیگه وقتی که یه خود بیشتر آشنا شده به قرآن، به هر حال باید خیلی مراقب تفکر خودمون رو از قرآن و اطرت بگیریم. هر حرف ذوقی قشنگی رو آدم نباید بپذیره. خب صلوات بزن خیلی بله. چقدر من کار به بحثی هست که دونم روی بهشت نیست و ندارم و خواب و این سوی کلا بکنم قبول دارم یا ندارم، ولی توی این چند شبه در مورد سبکه شما از تعبیر از قرآن رو میخوام یکم نقل کنم، یه سوال بپرسم ازتون. جور که شما زوار قرآن رو تفسیر میکنم، اگر من بخوام همون جور بحث کنم که خب قسمت پیامبر رو من خیلی راحت به سوال میبرم، چون خداوندای تو قرآن که به پیامبر میگه که بس تغفر لذن بک، اگر بخوام همینجوری صحبت کنم که شما در مورد حضرت ابراهیم صحبت کردین، در مورد مطالب دیگه صحبت کردین که خب صراحتا قرآن رو چه این که اهل سنت هم همین آیه را میگن، میگن که شما قرآن صراحتا به پیامبر گفته برای گناه چیز کن توبه کن، پس نمیشه از چیزی که من از سری هست قرآن میفهمم و صراحه سری قرآنی که پیامبر پس گناه کار بوده زنبی داشته که داد استغفر کنه، یا قرآن تعارف کرده یا خیلی دیگه. حالا مثال های دیگه هست که آیات قرآن اگه بخواییم واقعا همینجی به ظاهرش به صریح آیات ما ببینیم خیلی بس باید که اصلا شیرش منتقده زیر سوال میره. اولا فرموشتون تمامیشون همین بخواستم بگم اگه همین بس سوال بگم که بله خواب و این بحث رو بکنم، ولی به روش اونجوری که به صریح آیات بخواییم فقط اینجوری ترجمه کنیم. خب من دو تا نکته هست و نکته و اینکه حالا شما میفرمایید که
سوال اینه که اگر بخواهیم به ظواهر قرآن و صریح عبارات قرآن پایبند باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. به نکاتی میرسیم که خلاف معتقدات شیعه است. عرض اول بنده اینه که هرگز چنین چیزی نیست. تمام علما و بزرگان ما با پایبندی 100% به ظاهر قرآن و حجیت گرفتن ظاهر قرآن همه این مسائل رو پاسخ دادن، حل کردن. در همین بحث عصمت که فرمودید، اگر از داستان هست آدم بگذاریم که او بحث خاص خودشو داره. یک جا در قرآن، در همین بنده مدعی، در همین ظواهر آیات قرآن یک جا یک خطا به هیچ پیغمبری نسبت نداده تا چه برسه به پیغمبر اسم. مدام بحث میبره. گاهی اشتباه در خود فهم ظاهره، نه اینکه ما از فهم ظاهر باید دست برداریم. در خود فهم ظاهر گاهی دقت نمیشه. روی آیات عصمت انبیا سلام الله علیه مجمعین بنده کار کرده. یه دونه آیه، میگم داستان از تاییدن رو کنار بگذاریم، فقط یک جا قرآن یک ترک اولا رو به حضرت یونس نسبت میده. همین. وگرنه به هیچ پیامبری هیچ خطایی که او رو از مقام عصمت بیندازه قرآن نسبت نمیده. دونه دونه این آیه همه رو دقیقا من کلش رو مطلعم، یعنی هیچ آیه نیست. شما الان بگید من حضور ذهن نداشته باشم و نتونم روش بحث کنم. دونه دونه این آیات من، چون اینو شما فرمودید، به لحاظ اینکه یه وقت خدایی نکرده شبه نشه با قاطعیت دارم میگم، یه دونه آیه نیست که خلاف عصمت باشه. و عصمت جز داستان هست آدم، اونم یه بحث دیگری داره و فقط هم ماجرای هست یونس. این نکته اول. بنابراین خود ظواهر گاهی دقت نمیشه، نه اینکه، حالا شاید من یه مثالشو بگم بعدم، نه اینکه ظاهر رو باید دست ازش برداریم. اما نکته دوم سوالیست که از محضر شما دارم. میگید چی کار بکنیم؟ میگید ما عبارات قرآن رو بهش پایبند نباشیم؟ اگر قرآن به ما فرمود که مثلا شما در روز قیامت از قبر خارج میشید، این عبارت رو بهش پایبند باشیم یا نباشیم؟ اگر بخواهیم به ظواهر قرآن پایبند نباشیم، آیا قرآن کتاب هدایت ما میتونه باشه؟ اگر قرار شد ما قرآن یه چیزی بگه، ما بگیم منظور قرآن یه چیز دیگریست، اون وقت اصلا قرآن دیگه اعتبار داره؟ خب هر کسی یه چیزی میگه، یه جوری میفهمه. مگر رفت اون بابی که باطنیه باز کردن مگه پایان داره؟ و خصوصا قرآن دیگه به درد میخوره. من دیگه اون چه که بین ما و خدای تبارک و تعالی حجت، قرآن به لسان عربی مبینه. به همین دلالته که در درس اصول هم، در علم اصول هم رو این بحث مفصل میکنه، در تفسیر هم روش بحث مفصل میشه. آنچه که بین ما و خدای تبارک و تعالی حجت همین عبارات قرآنه. سلام علیکم و رحمت. عبارات به لسان عربی مبین. شما اگر بخواید از این حوزه خارج بشید، بگید ظواهر قرآن حجت نیست و خالا باطن قرآن رو که میخواد بفهمه، که میخواد بگه به ما. اگر ظواهر قرآن حجت نیست، چطور میشود به این قرآن استدلال کرد؟ شما یه چیزی میگی، من میگم این معنی ظاهری، معنی ظاهری که حجت نیست، من یه جور دیگه میفهمم. نفر سوم میگه من یه جور دیگه میفهمم. نفر باید یه فهمی باشه، قابل محاجه باشه. اونی که من میفهمم شما هم بفهمید، اگه توضیح بدم. اونی که شما میفهمید من هم بتونم بفهمم و بتونیم بهش استناد کنیم، صغرا کبرا کنیم. اگر شما بخواید بگید ظواهر قرآن و صریح قرآن، چون به خصوص شهستالی کلمه صریح قرآن رو هم گفتید، اگر بخواییم بگیم صریح قرآن حجت نیست و ما نمیتونیم بهش استناد کنیم، یه معنای دیگر رو باید بگیم، یه قرآن اصلا به درد هدایت میخوره.
مگر قرآن به ما دستور نمیده، مگر پیغمبر اکرم طبق حدیث مورد قبول فریقین فرمودن ما ان تمسکتم به ما، شما به کتاب و سنت تمسک کنید گمراه نمیشید. و اگر عبارات قرآن دلالت ظاهرش حجت نیست، به چی میخوایم تمسک کنیم؟ حالا من شاید سوالم یکم نهایت رو اکستریم خودش اینه که شما تعبیر بکنید. من خودم شاید دیدم این باشه که اونایی که من به قول شما باطنی هستن، اونایی که اهل فقط ظاهر قرآن هستن، هر کدوم وقتی به نفع خودشونه میگن اینجا ظاهر قرآن مثلا همینه که ما میگیم. من کار ندارم اونا چی میگن، من از شما سوال میکنم به عبارات قرآن پایبند باشیم یا نباشیم، به دلالت الفاظ. بحث این نیست که پایبند باشیم یا نباشیم، بحث اتفاقا من سوال دارم میکنم، من از استادی سوال میکنم ما پایبند باشیم یا نباشیم. پایبند باید باشیم، باید باشیم تمام بس. یعنی همون دلالت لفظ، دلالت لفظ سوال عبارت دوم است، دلالت لفظ برای ما حجت یا حجت نیست؟ هستش ولی بعد هست، ولی اگر که یه چیزی اون چیزی که ما میفهمیم با اونو اگر یه جور اشکالی به ذهن ما اومد، باید بریم ببینیم معناش چیه، حل کنیم، تفسیر ببینیم، توضیح دادن. خب من اون صحبت میکنم، ولی هر نمونه ای رو شما گفتید دنبالش میرم. ببینید شما به استناد اینکه یه جایی مثلا یه فهمی آدم میبینه یه مشکله، شما باید کل ظواهر قرآن رو زیر سوال ببرید. یا ازش متدولوژی نه. ببینید قصد انسان در عباراتش منتقل میشه. عباراتی رو که از سالی بیان فرمودید، من ببخشید عذرخواهیشون، بحث من با کمال تواضع دست شما رو میبوسم، ولی مجبورم به صراحت بگم. عباراتی رو که شما گفتید اینکه اگر ما بخواهیم به این صریح قرآن تمسک کنیم، یه جاهایی یه چیزایی میبینیم، خب اون چیزها رو ما باید حلش کنیم. خب یه جایی رو ممکنه من بد فهمیده باشم، من اشتباه کرده باشم. بنابراین اگر ما بخواهیم از ظواهر قرآن عدول کنیم و اینو نادیده بگیریم، قرآن از اعتبار میفته. هر کسی دیگه هر چی دلش خواست میگه. آجای بحثی هم هست اونه که حالا من ساعت بذاری من ساعت فرمی در ایفتر ظاهر قرآن اینه، نمیگن که ظاهر قرآن نه اون از ظاهر خارج میشه، میگن که بعدم بعضی وقتا عبارات بدی هم به کار میبرن، میگن ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. اصلا خیلی اهانت بالاتر از این قرآن. حالا من سوال میکنم قبل از این، شما میخواید از ظاهر و استقفل زنبک دست بردارید، حالا شما چیکار میکنید؟ شما از ظاهر بدید درون حلش کنید این مشکل. به پیغمبر میگن و استقفل زنبک، شما میگید اگه به ظاهرش بخوایم تمسک کنیم پس پیغمبر زنبک دارید، من میگم شما اینا حلش کنید، حالا از ظاهر دست بردارید چیکارش میکنید؟ میرید تو باطن دیگه. خب باطنش چیه شما بگید؟ نه ببینید همین مثالی رو که شما گفتید رو همین مثال تکیه میکنیم. شما از ظاهر خارج بشید، دست بردارید، اینو حلش کنید. هر حرفی بزنید من میگم که خب اینو شما میگید از کجا گفتید، اگه چون ظاهر که دلالت نداره این حرف شماست، نه شما اینو حلش کنید اگه تو نیست. نه من دارم میگم شما ظاهر رو برید بذارید کنار، حالا بیایید حلش کنید اگه تونست حلش رو خواهد چکارش بکنید؟ بس تقفل لزنبک رو ظاهرش رو بذارید که من حلش کنید، چطوری حلش میکنید؟ پس از قرآن باید دست برداریم اگه این طور باشه. به هر حال ما هستیم، ما این عبارات نورانی و مقدس، عباراتی که بر ما حجتیم، حجیت ظواهر قرآن رو علمای ما روش تأکید و تکیه دارن. به هر حال یه بحثایی بوده بین اخباریون و دیگران، یه بحثایی بین متصرفه یا باطنیه، اینا خلاصه اگر بخواد به دست برداشتن از ظواهر قرآن منجر بشه کار بسیار مشکل میشه. قرآن کتاب یا ایها الذین آمنو داره 89 بار. نمیشه قرآن به من خطاب بکنه
بعد یه عباراتی رو بگه که اینایی که از این عبارت فهمیده میشه منظور خدا نباشه. وقتی لقبه، خطاب لقب، خطاب 26 بار یا ایها الناس، یا ایها الانسان، یا بنی آدم داره قرآن. جامعه بشریت رو مورد خطاب قرار میده، بعد یه عباراتی بگه که یا نفهمن یا اگر میفهمن ملاک نباشه این فهم ظاهر. وقتی خطاب ها لقب میشه یا نمیشه، پس از برش قرآن نازل شد. فقط بخونیم ثواب ببریم دیگه، به قرآن که نمیشه تمسک. بنابراین نه، ما هستیم و ظواهر قرآنی یقیناً این بین ما و خدای تبارک و تعالی حجت، و با دست برداشتن از ظاهرم هیچ مشکلی حل نمیشه. چون شما که از ظاهر رفتید برون دیگه نظرات فردیه، برای کسی حجت نیست. میگه حالا شما اینطوری میگی، بعدم هر کسی هر چیزی از هر طور قرآن ممکنه بتونه بفهمه. نه بابا، قرآن قانونمنده، به لسان عربی مبینه، الفاظ قرآن دلالت داره، دلالتش قطعی و مسلمه. خب یه صلواتی رو هم بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگر لازم باشه تو هم ما میخونیم باشه که این آیاتی که اسمت رو بر حسب ظاهر خدشه دار میکنن ما بحث بکنیم. خب نمیدونم حالا بحثمون رو ادامه بدیم وارد این حوزه ای خواهش میکنم. انشاءالله یه روز اون میذاریم راجع به چند تا از این آیات به خصوص راجع به اسمت بحث میکنیم. حالا که این بحث مطرح شد، من دو سه تاشو میام عرض میکنم که بر حسب ظاهر اول ممکنه مورد خدشه بوده، ولی خب اینا همه رو بحث کردن، جواب دادن به اصطلاح. خب پس ایزو یاد داشت کنیشون بکنم خیلی جلسه بقول معروف فوق العاده باید بذاریم. حرفایی که پیش میاد سوالی هم از دیروز حوالی بذاریم چی بود؟ این تا های بحث حرکت جوهری بودا صدرا و اینا هم بود، قرار بود اول وقت بحث کنیم. چشم بذاریم اسم یه بحثی رو الان عرض میکنم بعد که به اون رب داشته باشه. در باره معاد دو تا نکته میخوایم تکیه بکنم. نکته اول مکان قیامت، نکته دوم زمان قیامت، که زمان شما نمیدونیم اما یه نکته ای رو میخواییم دربارش. مکان قیامت رو بگیم به اون بحث جسم مادی و حرکت جوهری و اونا ربط پیدا میکنه. سوال اول بنده اینه که مکان قیامت کجاست؟ یک تصور عامی وجود داره به لحاظ اینکه قرآن بحث آسمان ها رو مطرح میکنن. تصور شده که معاد مربوط به کل کائناته. عبارات عجیبی رو میشنویم یا میخوانیم در کتاب ها گاه به گاه، میگن کل عالم ماده کن فیکون میشه، گاهی میگن اصلا عالم ماده منتفی میشه، نابود میشه. گاهی گفته می شود که تمام عالم مثلا در هم می ریزه، از بین می ره. این عبارات مختلف. ببینید، در قدیم زمین رو مرکز عالم می دانستند و طبیعیست اگر مرکز دستخوش تحولاتی بشه کل عالم هم متحول بشه. الان میدونیم که این حرفا نیست. حداقل 200 میلیارد کهکشان در عالم، در کائنات وجود داره. خدا میخواد قیامت زمین رو برپا کنه. شما اگر یک دانه کنجد رو روی اقیانوس کبیر بگذارید چقدر کوچیکه. زمین در برابر کائنات شاید میلیون ها برابر، من یه بار سرانگشتی محاسبه کردم، 100 میلیارد برابر کوچکتر از این، اصلا چیزی به حساب نمیاد. قیامت زمین میخواد برپا بشه، آیا ضرورتی داره خداوند کل کائنات رو به هم بریزه؟
البته این حرف من استبعاد استدلال نیست. اگر قرآن گفته بود قبول میکرد، اگر حتی روایات ما تصریحی داشتن، ولی در قرآن مطمئنن یک آیه نداریم که از نابودی عالم سخن بگه، یک آیه ما نداریم که از بین رفتن ماده رو مطرح بکنه، یک آیه نداریم که از نابودی منظومه ما سخن بگه یا از نابودی خورشید. تکویر رو هم که قرآن بیان میکنه، تکویر به معنای پیچشه، میگن کورت الامامه. در سوره زمر میفرماید یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. خداوند شب رو روی روز میپیچد و روز رو هم روی شب. شب رو خدای رحمان روی روز میپیچد و روز رو شب. یعنی اگر شما حالت کروی بودن زمین رو در نظر بگیرید، اگر این روز این شب به این شکل زمین حرکت میکنه، از این طرف شب میاد وارد روز میشه، یا به عبارت روز میپیچه روی شب، از اون طرف شب میپیچه روی روز. اگر تکییر به معنای نابودی یا تاریکی باشه، این آیه معنا نمیده. تکویر الان هم در خورشید گاهی اتفاق میفته، گردابهای عظیمی به وجود میاد که بر اثر اونها گازهایی هم از سطح خورشید متصاعد میشه، درجه حرارت زمین رو تحت تأثیر قرار میده، امواج رادیویی رو تحت تأثیر قرار میده. منتها در روز قیامت یک تکویر فراگیر در خورشیده، همچنانی که زلزله های الان روی نقطه زمینه، تو نقشه روز قیامت در کل زمین. بنابراین تکویر نابودی نیست، خاموش شدن نیست. و یه آیه دیگه هم داره که در جمعه الشمس و القمر، ماه و خورشید کنار هم قرار میگیرن، نه جمع فارسی میگیم سفره رو جمع کن، این دیگه استعمال فارسیه. جمعه الشمس و القمر، ماه و خورشید با هم اجتماع میکنن. دیگه هم آیه درباره خورشید و ماه نداره. و از اون طرف حالا ما آیاتی داریم که خروج ما رو در قیامت به صراحت میگن از زمین. یک جا در آیه 55 سوره طه میفرماید که منها دو آیه قبلش راجع به زمینه، کلمه زمین را آورد، میگه منها خلقناکم، ما شما را از زمین خلق کردیم. خلقت از زمین رو هم تو عالم زر گفت، و فیها نعیدکم، و شما رو به زمین بر میگردانیم، و منها نخرجکم تارتن اخر، و شما رو یک بار دیگه از زمین خارج میکنیم. روشن یا نه؟ صریح هستم. در سوره اعراف آیه 23 فرمان هبوط صادر میشه، میگن اهبطوا الی الارض. آیه 24 میگن ولکم فی الارض مستقر کن و متاع الهین، به ذریه بنی آدم میگن برای شما در زمین قرارگاهی و متاعیست، با تنوین هم میاد، یعنی قرارگاهی کوتاه، متاعی اندک، الهین تا یه زمان معینی دیگه، مثل بهشت وفور نعمت نیست. بعد در آیه 5 دو دفعه تکرار میکنه، قاله، خداوند فرمود فیها تحیون، شما از این به بعد در زمین زندگی میکنید، کلاس درس شما زمینه، و فیها تموتون، و در زمین میمیرید، و منها تخرجون، و از زمین خارج می شوید. این آیه 25 اعراف. صراحت داره آیه این از خیلی روشن، کاملا
شما روز قیامت از زمین خارج میشید. البته زمین تبدیل میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض. متا شما این ساختمون رو، دیواراش رو، گچاش رو بریزین، مثلا سیمان کنید، سیمان رو بریزید گچ کنید، یه تبدیله. سطح مثلا یه جایی رو بکوبید آدم از اول بسازه، تغییر و تبدیله. بله زمین تبدیل پیدا میکنه که حالا انشاءالله تو بحثای بعدی میگیم، اما از بین نمیره، زمین هست. در سوره قاف داره که یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که زمین شکافته میشود از بالای سر مردم، مردم شتابان از زمین بیرون میریزن. یک بار یادمه که در یه حوزه خیلی ساله پیش بحث معاد رو داشتیم، من این بحث رو مطرح کردم. بعد یه بزرگواری اونجا میومدن هفته یه بار یه درس اخلاق داشتن، من اونجا درس اعتقادات بودم. بعد تو کلاس بحث شده بود، ایشون فرموده بودن نه همه جا همه چی یه بین میره. من یادمه که 9 آیه نوشتم از قرآن که خدمت ایشون بدم. من داشتم وارد میشدم، ایشونم داشتم بیرون میمادم. مثلا چون این بحث مطرح شده، آیا این آیات دلالت میکنه که در قیامت ما از زمین بیرون میان و باید صحنه قیامت علی قاعده روی زمین باشه؟ البته بهشت و جهنم قطعا خارج از زمین. ایشون یه 10 دقیقه ای تأمل کردن، فرمودن که حق با تو. یعنی آیات قرآن خیلی روشنی رو میگن، کنایه و اشاره هم نیست. سیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. بله سطح زمین تحولاتی رو درش رخ میده دیگه، نه کوه هست و نه دریا و نه جنگل و یه به تعبیر قرآن قاع صف صف، یک دشت هموار و پودر خاک و دل و در دل خاک اجساد بازسازی میشن، بعد از دل خاک بیرون. فعلا این مقدار ببونه برای زمان قیامت رو و حوادثی که اتفاق میفته فردا انشالله، البته فردا شاید نه پس فردا عرض میکنیم، حالا شاید فردا بحثمون متفاوت باشه. صلواتی خیلی اللهم صل علی محمد. البته باز یه سوالاتی میاده که بحث آسمان ها چی میشه؟ آسمان هایی هم که قرآن میگه راجع به قیامت، 7 آسمان یه محدوده ای هستن، کل کائنات رو نمیگن. 7 آسمان رو قرآن در سوره فصلت میفرماید که با زمین خلق میشن همزمان. 2 روز پردازش زمین طول میکشه، 2 روز پردازش اتوده گاز تبدیل میشه به 7 آسمان که باز با همین حوزه منظومه شمسی میخونه. وگرنه این کائنات، این منظومه ها خیلی ها میلیون ها برابر منظومه ما گاهی عمر داره. اون 7 آسمانی که قرآن میگه بعد از پردازش زمین پردازش شدن. آن این هم اگر لازم بود باید بحث کنم. این آیه کل شهر خالق و با کل من علیه ها قرآن رو چجوری بایستان کنید؟ کل من علیه ها فان یا کل شهر خالق الا بشر. حلکه حلاکت به معنای مرگه. درباره هستی یوسف مؤمن آل فرعون میگه ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک من حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسول. مرگ رو هلاکت میگه. بنابراین کل شیء هالک یعنی هر چیزی برگی داره از بین میره. فانی هم به همین معنا، نه اینکه معدوم میشه. با یه هست که میگه نطف سما که تایی سجل یوم نطف سما که تایی سجل در کتب کما بده همین آسمان ها، همین کرات، همین کرات رو به همون شکل اول خدا بازسازی میکنه. اگر 7 آسمان رو مثلا کرات منظومه اونایی که بعد از زمین شد، یه نظر اینه درباره 7 آسمان 16 نظر رو یکی از دوستان ما جمع آوری و
و اینا هیچ کدوم با قرآن تطبیق نمیکنه، با یه آیه میخونه با یه آیه دیگه تطبیق نمیکنه. تنها نظری که میتواند منطبق باشه میشه تطبیق داد، نمیگم 100%، این نظری که میگم هفت آسمان عبارتند از، اگر البته خب این یه زمانی میخواد دیگه بحث شد، اگر یه خورشید باشه و زهره و عطارد و عطارد و زهره و زمین، مریخ یه کره وسط منهدم شده، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، هفت تا کره بعد از زمینه که شش تاش موجوده، یکیش منهدم شده و در فضا بالا پایینی وجود نداره. من خلاصه یه نظر رو دارم میگم، ولی اگر نسبیتی در نظر بگیریم بالا پایینی مطرح میشه. اگر خورشید رو مرکز بگیریم، نزدیکترین کره عطارده و فلکش از همه نزدیکتره، بعد زهره است، بعد زمین. زمین آسمان میشه، یعنی به سمت بالا میره، آسمان یعنی بالا، آسمان میشه برای زهره، ولی زهره برای زمین آسمان نیست، چون داخل فلک زمین رو قرار داره. هفت کره بعد از زمین، یک نظر اینه که منظور از هفت آسمان اینا هست. یه جا قرآن میفرمد بنینا فوقکم سبعاً شدادا، ما هفت پیکره محکم بالای سر شما، تو منظومه اونا میشن بالاتر از ما دیگه، همینطور از مرکز که برید بخاره. هفت تا شیء محکم آفریدیم، بنا کرد. یه جا میفرماید خلقنا فوقکم سبع طرائق، هفت راه، هفت مدار. به مدار اینها توجه بشه میشه طریقه. سبع سماوات طباقا، اینا خب بالای همن مثل حلقه های پیاز. تمام آیات قرآن رو با این نظر من دقت کردم، میشود منطبق باشه. بقیه نظرات با یه آیه میخونه با یه آیه دیگه انطباق نمیخونه. حالا من نمیخوام بگم صد درصد نظر، اما این نظر منطبق تره. بنابراین هفت کره دقیقا، هفت شیعی که بعد از ماست، اینا با زمین با هم خلق شد. بعد یعنی چی؟ بعد ماست یعنی چی؟ یعنی ببینید اگه از خورشید بیاییم دور بشیم، زمین سومین کره است، کره چهارم که بالای زمین هست مریخ، میشه اولین آسمان برای زمین. یعنی طبیعی نظر میکنم من. و ببینید در سوره فصلت میفرماید قل اعنکم، بختمونم تمام شد، قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض یومین. نمیخواستم امروز وارد این بحث بشیم دیگه، شد. شما به خدای کفر میورزید که زمین رو در دو روز آفرید، و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، و جعل فیها رواسی من فوقها، دو روز زمین رو آفرید، بعد دو روز هم پردازش کرد، کوه ها رو بالای زمین قرار داد، و بارک فیها، زمین رو مبارک کرد، آبادانش کرد، جنگل و گیاه و، و قدر فیها اقواتها، رزق و روزی رو در زمین مقدر کرد، فی اربعت ایام، شد چهار روز. ثم استوى الی السماء، بعد رفت سراغ آسمان، بهیه دخان، آسمان یک توده گاز بود. یه نظر اینه دیگه، میگن این کرات بعد از زمین به اصطلاح اینا همه سیاراتی هم که گاز بودند و جامد شدن، از خورشید جدا شدن. این با قرآن میخونه آسمان یک توده گاز بود، به این زمین آماده شد برای حیات، پردازش شد، اون توده گاز هم با زمین خلق شده، با هم خلق شده. دو روز خلقتشون طول کشیده، دو روز پردازش زمین، ثم استوى الی السماء، رفت سراغ آسمان، و هیه دخانون، یه توده گاز بود، فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرها، به اون توده گاز و به زمین فرمود بیایید، چه بخواهید چه نخواهید، قالتا اتینا طائعین، گفتن ما با رغبت فرمان تو رو اجرا میکنیم. یعنی پس زمین و آسمان با هم به حرکت در اومدن، با هم در مدار قرار گرفتن.
سقضاهن سبع سماوات دیومه، اون توده گاز رو در دو روز به هفت آسمان تبدیل کرد. دقت کنید، این از کائنات نمیتونه باشه، اینا عمرشون خیلی قبل از منظومه ماست. این مربوط به منظومه ماست. دو روز زمین رو آفرید، همزمان اون توده گاز رو هم آفرید. دو روز دوم زمین رو پردازش کرد، دو روز سوم اون توده گاز رو به هفت آسمان در حال حرکت تبدیل کرد. یعنی پس اینا نمیخونه با اینکه آسمان ها کائنات باشن، آسمان های محدوده ای در اطراف زمین. وقت اون آیاتی که در قیامت مربوط به آسمان هاست در همین محدوده است. هیچ کجا قرآن از نابودی عالم در آخرت سخن نمیگه. حالا صلی الله علی محمد. بعد دعا میمونه دو سه تا پای خدا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صل علی ولیک از حجة المهدی، ارواحنا ز تراب مکن هدر و حرد ما را دلهای ما رو به معارف قرآن و محمد و آل محمد نورانی تر بفرما. خدایا لحظه ای از قرآن و محمد و آل محمد ما رو جدا مگردان.